قوه قضاییه ایران میگوید که شمشیر مبارزه با فساد را از رو بسته. این برخوردها چقدر فراگیر است؟ بعد از سرکوب معترضان محلی، تخلیه زباله‌های شهری در چهاردانگه مازندران از سر گرفته شد. و محرومیت به خاطر کمتوانی جسمی، فقط 10% کودکان دارای معلولیت در ایران به کلاس درس می روند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سلسله دستگیری‌ها در قوه قضاییه ایران ادامه یافته. تازه ترین آن بازداشت بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام دست داشتن در فساد. در کنار آن تایید شدن حکم زندان حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام رشوه، توجه زیادی به خود جلب کرده. 5 سال زندان و 31 میلیارد تومان جریمه نقدی. در ایران سال هاست که از فساد در دستگاه قضا گفته می شود، همراه با فسادی گسترده تر که خود مقام های طراز اول حکومت آن را موریانه فساد یا اختاپوس فساد توصیف کردند. همین فساد، چه موریانه چه اختاپوس، کار را به جایی رسانده که رئیس جدید قوه قضاییه از رقم های رشوه در دستگاه قضایی تعجب کرده. رشوه هایی شامل آپارتمان های 600 متری در پایتخت یا ویله های چند هزار متری در شمال. این بگیر و ببندها تلاش حکومت برای سالمسازی ساختاری پرمشکل است یا ادامه سریال تکراری تسویه حسابهای سیاسی؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از شیدا هوشمندی. درام مبارزه با فساد در ایران به سریالی تبدیل شده با قسمت‌های بیشمار. حالا یک به یک نام متهمان است که بیرون می آید. از دولتی‌ها و نزدیکانشان تا مقام‌های قضایی. امروز خبر بازداشت این مرد، یعنی بیژن قاسمزاده، بازپرس پرونده‌های مشهور قضایی منتشر شد. مسئول پرونده‌های جنجالی چون پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد و تتلو، خواننده پرطرفدار. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خبر داده بود که شماری از مقام‌های این قوه در دوره ریاست صادق لاریجانی بازداشت شدند. مهمترین آنها اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه، مردی که طی 2 دهه فعالیت در پست‌های کلیدی قوه قضاییه کمتر کسی عکس و خبری از او دیده بود. بازداشت او به نقطه عطفی در تقابل رئیسی و لاریجانی تعبیر شد. سوء استفاده افراد فرصت طلب، سودجو. امروز سخنگوی قوه قضاییه فهرست جدید و بلندبالایی از متهمان فساد اقتصادی ارائه کرد. دادگاه‌های ما همزمان امر دادرسی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رو در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و استنقاض و بازگشت این سرمایه‌های بی‌اغمارفته رو به صندوق دولت. هنوز مشخص نیست سرمایه‌هایی که آقای اسماعیلی می‌گوید باز می‌گردند در چه قسمت‌های هزینه خواهند شد. موضوع فساد در ایران اما بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است. حوزه‌ای حساس که افشاگری در آن به هماهنگی با هسته‌های اصلی قدرت نیاز دارد. به نظر می‌رسد موضع اصلی نظام این است که حاکمیت فاسد نیست و فساد صاحب منصبان و نزدیکانشان را نباید به کل نظام تعمیم داد. یک جوری حرف میزن که گویا همه فاسدن، همه جوری، همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگار. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن، بله فساد کمش هم زیاده، باید باش مواجهه بشه، اما این یه حرفه. اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم به کار، فساد سیستمی. نه آقا، فساد اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. در ایران طرح‌های مبارزه با فساد اقتصادی پرشمارند، اما در بیشتر مواقع در دوراهی مبارزه با فساد یا مفسد دومی انتخاب میشود. آیان فرماندهان بزرگوار و عزیز،
همچنانی که شما در آسمان اجازه ندادید دست متجاوزان به خاک و آسمان ایران اسلامی دراز بشه، پهبادشون رو ساقط کردید. انشاءالله در حوزه مبارزه با فساد ما نه انگشت مفسدان، از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. بسیاری بر این باورند که رئیسی پرچم مبارزه با فساد را با انگیزه های سیاسی برافراشته. انتقاد اخیر فائزه هاشمی از ابراهیم رئیسی و عملکرد او تحت عنوان اصلاح نظام قضایی و مبارزه با فساد. برخوردهایی که داره با مفاسد اقتصادی صورت میگیره خوبه، ولی به نظر من کامل نیست. یعنی آدم جریانهای سیاسی رو که نگاه میکنه به نظر میاد که با یه جریان خاص این مفاسد اقتصادی داره، یعنی برخورد با مفاسد اقتصادی داره ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم اگر واقعا آقای رئیسی میخوان تحول در قوه قضاییه ایجاد بکنن و به استقلال قوه قضاییه میخوان بها بدن، خب باید جلوی حفاظت اطلاعات سپاه رو بگیرن، جلوی حتی خیلی جاها وزارت اطلاعات رو بگیرن. نمیشه که بازجوها یا این ضابطین برای قضات تعیین تکلیف بکنن و محکومیت، چون ما الان چیزی رو که داریم میشنویم این چیزا هستش، جلوی این اعتراف گیری ها رو بگیرن. این رسوایی جریان آقای مازیار ابراهیمی کم بود که باز ما میبینیم دوباره اعتراف گیری ها همینجور ادامه داره و با همون شدت. کی دیگه اینا رو باور میکنه؟ روش ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد شباهت‌هایی با روش شی جین پینگ رهبر چین دارد. یکی از نخستین اقدامات آقای شی در مقام رئیس جمهوری بازداشت مفسدان اقتصادی در دستگاه حکومتی بود، کاری که محبوبیت او را بسیار بالا برد. شی جین پینگ در این حال توانست با این کار رقبای سیاسی خود را کنار بزند و برای سالها مسند قدرت را در اختیار بگیرد. فساد هزینه بالایی به اقتصاد ایران تحمیل می کند. در حال حاضر تخمینی از این هزینه برای ایران وجود ندارد، اما سازمان شفافیت بین الملل می گوید که فساد گسترده اقتصادی تأثیر منفی و مشخص بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مانند ایران دارد. در رتبه بندی این سازمان هم ایران در میان 180 کشور در جایگاه 138 قرار دارد که نشان از عمق فساد در این کشور است. بازپسگیری 167 هزار هکتار اراضی ملی و طبیعی از زمین. گزارش از فساد و افشاگری درباره فاسدان در همه کشورها مخاطبان زیادی دارد. اما در جوامعی مانند ایران که مشکلات اقتصادی در حال افزایش است، اخبار برخورد با سوء استفاده های اقتصادی و تخلفات آغازداده ها پر مخاطب تر است. اما این پرسش مطرح است که چرا نیم قرن است به جای برطرف کردن ریشه فساد با نتایج آن برخورد می شود؟ آن هم برخورد های فصلی. آیا هنوز درباره رابطه مستقیم بین میزان فساد و اندازه برخورداری دولت از امکانات اقتصادی، فقدان آزادی رسانه‌ها و شفافیت تردیدی وجود دارد؟ شیدا هوشمندی، بی بی سی. عده نامعلومی از معترضان در منطقه چهاردانگه مازندران همچنان بستری یا زندانی اند. آنها در پی درگیری های خونین چند هفته پیش با نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی مازندران بازداشت شدند. اعتراض مردم چهاردانگه به سالها انباشت زباله های شهر ساری در اطراف روستاهایشان بود که به گفته مردم محل باعث شیوع بیماری و آلودگی هوا و آبهای زیرزمینی شده. معترضان در ابتدا مانع تخلیه زباله از کامیون‌های شهرداری شدند، ولی با مداخله نیروهای امنیتی و سرکوب اعتراضات کامیون‌ها کار خود را از سر گرفتند. شرح ماجرا در گزارشی از سیاوش اردلان. اینجا جبهه جنگ با عراق نیست. شب عملیات شاید. مافیای زباله زباله را آتیش زدن، یک قسمتی احتمالاً زباله عفونی بیمارستانی بوده. جنگ مردم چهاردانگه با صدها هزار تن زباله شهری و بیمارستانی است. آقا اینا مشت نمونه خروار را سوزوندن. یعنی آرم الله ما، آرم جمهوری اسلامی ما هیچ ارزش برای مسئول انسانی ندارن. یه میوه درست درمان من ندارم. تمام آفته، تمام سرطانه، تمام آب زیرزمینی ما تمام همه آلوده شد، ولی هیچ کی نمیاد آقا جواب ما رو بده. دفتریه تمام مدارکایی که زباله چیبونه کیونه چه ساعته، نه که تیکاشو با هیرواشه نیست، برگاره
اینا فقط آتیش بزنن که این مدارکاشون یعنی از این بلند مدارکار جنابالی بتونی اینا رو فیلم بدی حداقلش بیرون من اینجا نشون دادم به شما بیرون اینا رو فیلم بدی اعتراض 20 روزه روستایی های چهاردانگه پایان تلخی داشت. خاله کی تره وزو؟ کی بیا؟ یکان بیجه، یکان بیجه به من براش نه. 2000 تا. صدها کیلومتر آن سوتر، اینجا در دمشق، یکی از اهالی چهاردانگه برای روستایش دعا میکند. یا حضرت زینب، بیبی جان، شر این زباله را از سر مردم چهاردانگه کم کن، این مردم نجات بده، این مردم مظلومن، به حق مظلومیت خودت این مردم نجات بده. این دعا مستجاب نشد. شیرابه های جوشان همچنان واقعیت زندگی برای ساکنان مذهبی چهاردانگه است و واقعیت مرگ. که عمقش 3-4 متر. یکی از همین چوپانای ما اومد از اینجا داشت رد میشد. پاش لیس خورد افتاد توی شیرابه و مرد. غرق شد توی شیرابه غرق شد. مسابقات بین المللی کشتی آزاد در ساری سال 1384 برای ساکنان چهاردانگه پنجه انداختن با هیولای زباله ها از این زمان شروع شد. خاطر وجود مسابقات کشتی جام جهانی در ساری گفتن آقا خواهش التماس که آقا ما یه سه ماه اینجا بریزیم این مسابقات جام جهانی که جون کشورهای بیگانه هم هستن یه ذره جمع بشه قضیه جمع بشه و بعد دیگه آوردن زباله اینجا گذاشتن سه ماه قرارداد بستن بعد سه ماه کردن 6 ماه 9 ماه دیگه موند گفت آقا صبر کن ما زباله سوز بسازیم ببریم این برانور تا رسید به اینجا هیچ قانونی رو از نظر بهداشتی رو رعایت نکردن وحشتناک این قضیه یه فاجعه انسانیه یک تروریسم زیست محیطی داره صورت میگیره اینا از داعش بدتره زباله های بیمارستانی همچنان میسوزند و شیرابه ها همچنان میجوشند اما یک چیز عوض شد 4 روز مردم مقاومت کردن نذاشتن زباله ساری بیاد اینجا الان هم دستجات حسینی روستای اطراف اومدن جلوی موکب عزاداری میکنن مردم چهاردانگه به مقاومت برخواستند و با شعار نه به زباله در چهاردانگه از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی بهره گرفتند کفن پوش، زن و مرد و کودک خیمه برپا کردند و نمونه کلاسیک از ایستادگی جوامع محلی در مقابل توسعه ناپایدار را به نمایش گذاشتند. سپس دیدارهای مسئولان، یکی پس از دیگری. این تصاویر بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران است. معترضان چهاردانگه اعتمادی به مسئولان محلی نداشتند، اما شرایط را برای آنها شرح دادند. مسئولان با آنها وعده دادند یک نیروگاه زباله سوز در ساری تا پایان سال 99 تکمیل شود. گوش ساکنان چهاردانگه از این وعده ها پر است. وعده های همراه با این تصاویر از طرح نیروگاهی که 14 سال است تکمیل نشده. علاوه بر این مردم محلی میگویند مدرک دارند که شهرداری ساری خیال ندارد دست از سر آنها بردارد. میلیاردها تومان هزینه این گودبرداری شده. واسه چی دارین گودبرداری؟ پس گودبرداری متوقف کن. اما مقاومت مردم بیفایده هم نبود. در طول روزهایی که معترضان راه را بر کامیون‌های پیمانکاران شهرداری ساری به چهاردانگه بستند، زباله تخلیه نشد. محلی‌ها می‌گویند در طول 14 سال گذشته شیرابه‌هایی که از این کامیون‌ها بر روی جاده می‌ریخت، باعث لغزندگی آسفالت و تصادفات جاده‌ای بسیاری شد. درام سرمرنگ زباله‌هایی که نه فقط در جاده‌ها مرگ‌آورد، بلکه منابع طبیعی و تغذیه‌ای دام و آب زیرزمینی را آلوده کرد. این همه مگس، این همه کثافت‌های تمام میوه‌ها نابود شد. تمام دامدار این آب و شیرابه رو می‌فرستن تو محیط زیست. طی یک فاجعه مدیریتی و نظارتی در 2 دهه اخیر منابع زلال آبهای سرچشمه های مازندران را مبدل به مدفن زباله ها و فاضل آبهای سرویس های بهداشتی نمودند. من می‌ترسم. از خود من مسئولی خواهش میگم جلوی نشخانه بگیرم دیگه نیاد. من دیگه نمیخوام داخل مرزم ببینم. دیگه برای من خیلی سخته. همه بیمارستون آشغال اینجا داره.
اما شما هم مریض بینید، اما کفن نباشید، اسم هر کار خانه اما تهدید کنم، یه چیز تمیشه ما یه گونی ویژه یا میخواه به چیار خانه کنه، اما ما دست بیدید. مردم چهاردانگه پیشبینی میکردند، شاید عاقبت آنها سرکوب و قلع و غم باشد. اما باورش برای این مردم مذهبی و اغلب معتقد به نظام دشوار بود. مردم محلی از بکارگیری خشونت فراوان توسط یگان ویژه و دستگیری ده‌ها معترض از جمله رئیس شورای فولاد محله خبر می‌دهند. اصل کلام اول کلام خیمه‌ای که معترضان برپا کردند حالا جمع شده. آوردن زباله به اینجا مساوی با مرگ تدریجی. دیگر از اعتراض‌ها به انباشت زباله خبری نیست، ولی کامیون‌های زباله با اسکورت یگان ویژه کار خود را از سر گرفتند. تمام این شیرابه‌ها الان جذب خاک شد. این گزارش شبکه محلی صدا و سیما از بحران زباله‌ها در چهاردانگه و صدای معترضین محلی هرگز پخش نشد، ولی در شبکه‌های اجتماعی دیده شد. چقدر زمان می‌بره؟ وضعیت اسفناک زباله در استان‌های شمالی چهره این منطقه از ایران را به هم ریخته. از سواحل محمودآباد تا جنگل‌های سراوان. دولت بیش از 1 میلیارد دلار اعتبار برای کمک به حل موضوع داد، ولی مجلس تصویب نکرد. شاید اگر نبود سوء مدیریت در شهرداری‌های شمال ایران، بدون این پول هم میشد مشکل را حل کرد. فعلا شیرابه‌های جوشان و سرکوب‌های خشونت‌بار سهم مردم چهاردانگه از این سوء مدیریت است. سیاوش اردلان، بی بی سی. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران گزارشی با عنوان مثل همه بچه‌ها منتشر کردند. در این گزارش موانع دسترسی کودکان دارای معلولیت در ایران به آموزش فراگیر و با کیفیت بررسی شده. در گزارش آنها آمده تنها از 10% کودکان دارای معلولیت در ایران در مدارس ثبت نام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مریم افشنگ. مثل بقیه بچه‌ها، کودکان دارای معلولیت حق دارند از آموزش فراگیر و با کیفیت برخوردار باشند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل آموزش فراگیر را حق بنیادین همه یادگیرندگان می‌داند. ایران 10 سال پیش به این کنوانسیون پیوست. در گزارش امروز سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران آمده از 1.5 میلیون کودک دارای معلولیت در سن تحصیل فقط 150 هزار کودک در مدارس ثبت نام شدند. یعنی تنها 10% از کودکان دارای معلولیت. از این تعداد تنها 43% در مدارس عادی ثبت نام کردند و بقیه در مدارس استثنایی. جامعه ایران معلولیت پذیر نیست. چون معلولیت پذیر نیست، دانش آموزش هم از تبعیض آموزشی برخوردار، از حقوق شهروندی برخوردار. بر اساس تعریف سازمان ملل، آموزش فراگیر یعنی کودکان دارای معلولیت و بدون معلولیت در کنار هم در کلاس‌های درس مدارس همگانی درس بخوانند. درست این طرح خیلی خوبیه. بچه‌ها اگر در کنار همدیگه باشن، مخصوصا بچه‌های استثنایی، رشدشون بهتره. اما این در صورتیه که کلاس تعداد جمعیت کمی داشته باشه و معلم قادر باشه که به این بچه ها رسیدگی کنه. خود من الان 40 تا دانش آموز توی کلاس دارم. کلاسی که به زحمت مساحت کل کلاس به 20 متر میرسه. بر اساس گزارش منتشر شده، عامل مهمی که مانع دسترسی کودکان دارای معلولیت به آموزش فراگیر و با کیفیت میشود، طرح اجباری سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان است. بر اساس این طرح، کودکانی که بهره هوشی پایین‌تر از 70 داشته باشند، دارای معلولیت ذهنی به حساب می‌آیند. کودکانی که بهره هوشی بین 50 تا 70 دارند، دانش آموزان دارای معلولیت آموزش پذیر و آنها که بهره هوشی پایین تر از 50 دارند، آموزش ناپذیر محسوب می شوند. فرید انصاری از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در بریتانیا است. می گوید در این کشور کودکان دارای معلولیت به مدارس عادی فرستاده می شوند. کودکانی هستند که سطح معلولیتشون فراتر از یک سطح حاده، یعنی مثلا 80%، 90% معلولن. اینها رو می فرستن به مدارسی که امکانات و نیاز اونها رو میتونه برآورده کنه. توی همون مدارس هم در واقع
کلاس ها، چون اینا خب معلول جسمی نیستن، معلول ذهنی هستن، چون معلول جسمی میرن مدرسه همگانی. توی مدارس در واقع که معلول ذهنی رو وارد میکنن، اینها عمدتا باز هم کلاس های مختلف داره بر ارتباط با اون نیوی اون سطحی که اینا مشکلات ذهنی دارن. البته در ایران مراکزی هم هست که به کودکان دارای معلولیت خدمات آموزشی خصوصی میدهند. من الان چند تا از بچه ها هستن که کودکان معلول دارن و اینکه دنبال مراکزی میگردن که هزینه هاش پایین تر باشه. خیلی هاشون سندرم دان دارن و اینکه بسیار بچه های باهوشی هستن و بازی یادگیری بالایی دارن، ولی به خاطر بودجه‌ای که در اختیارشون قرار نگرفته یا خودشون باید این هزینه رو انجام بدن، بچه ها تو خونه نشستن. دولت ایران در سالهای گذشته تلاش‌هایی برای حمایت از کودکان دارای معلولیت انجام داده. از جمله دسترسی پذیری فیزیکی مدارس نوساز و یا بازسازی مدارس یا تولید و ارائه محتوای درسی در اشکال قابل دسترس مثل بریل یا فایل صوتی. ولی بسیاری از پدر و مادرها از مدارسی مینالند که رمپ، آسانسور و بالابر ندارند و سرویس‌های بهداشتی آنها غیر قابل دسترس است. من یکی از بابای معلولین هستم که بر اثر افتادن از ارتفاع تو هواچش مترو برگشت از مدرسه فلج شده. الان تو مدرسه وقتی کلاس میره تو کلاس محبوس میشه. یه رمپ درست کردم خودم که 3-4 تا پله داره. صبح میره رمپ باز میکنم میره کلاس و تا آخر وقتش کلاس باز تعطیل میشه، بعد رمپ دوباره باز میکنم میاد بیرون، به خاطر اون نمیتونه بیاد هر دقیقه تو حیات مدرسه. بسیاری از والدینی که فرزندانشان دارای معلولیت هستند از نبود امکانات در مدارس مینالند. مادری در گزارش منتشر شده میگوید تمام روز در خیابان بیرون از مدرسه مینشسته تا اگر فرزندش احتیاج به رفتن توالت داشته بتواند به او کمک کند. خانواده هایی هم مدام نگران انگ ها و نگاه های کلیشه‌ای به معلولیت کودکانشان هستند. نبود یا کمبود معلمان و کارمندان آموزش دیده هم از جمله مشکلات است. منشور حقوق شهروندی سال 1395 میگوید معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود. بر اساس یکی از پژوهش‌های دولتی در سال 96، معلولیت و بیش از هر چیز نبود دسترسی فیزیکی عامل اصلی بازماندن از تحصیل کودکان است. مریم افشنگ، بی بی سی. 70مین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین با قدرت نمایی نظامی ویژه‌ای همراه بود. رئیس جمهوری چین در این مراسم گفت هیچ قدرتی نمیتواند حرکت رو به جلوی کشورش را متوقف کند. چین در مراسم امسال سلاح‌های پیشرفته‌ای نمایش داد که برخی از آنها برای اولین بار رونمایی شده. جشن‌های 70 سالگی همزمان بود با تظاهراتی گسترده در هنگ کنگ. معترضانی که حالا ماه‌هاست در خیابانند آن روز را روز عزای ملی نامیدند. جزئیات بیشتر در گزارش ریحانه مظاهری. جشن‌های 70مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین بر پایه رژه نظامی با حضور 15,000 عضو ارتش و به نمایش گذاشتن جدیدترین تسلیحات نظامی این کشور. از تانک و پهپاد گرفته تا سلاح‌هایی مثل موشک‌های بالستیکی که برای نخستین بار از آنها رونمایی شد. موشک DF-41، موشک قاره‌پیما که برد آن حدود 12,000 کیلومتر برآورد شده. نمایشی که با وجود اعتراض‌های اخیر شاید راهی است تا حکومت کمونیست چین نشان دهد برای برخورد با مخالفانش از اعتماد به نفس کافی برخوردار است. و این هم سخنرانی شی جی پینگ، رئیس جمهوری این کشور، فردی که بدون تردید پرقدرت‌ترین رهبر چین از زمان ماوتسه محسوب می‌شود. اگرچه شاید زمان کنونی هراس‌انگیزترین وقت در دوره حکومتش باشد. زمانی که هم جنگ تجاری آمریکا سبب شده تا اقتصاد این کشور کندترین میزان رشد در 3 دهه گذشته را تجربه کند و هم اعتراض‌ها در هنگ کنگ نگاه جامعه جهانی را بار دیگر متوجه بحث حقوق بشر در چین کرده. او در سخنرانی کوتاهش باز هم بر لزوم اتحاد برای مقابله با قدرت خارجی تاکید کرد و گفت هیچ قدرتی توان جلوگیری از توسعه و پیشرفت چین را ندارد. کمی این طرف‌تر اما در خیابان‌های هنگ کنگ خبری از جشن نیست.
حدود 6000 نیروی پلیس و گارد ویژه در خیابان‌های شهر برای مقابله با معترضان بسیج شدند. و اینها معترضانی که با گذشت چند ماه همچنان در خیابانند. آنها میگویند 72 سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین روز عزای ملی است. چین از حدود 40 سال پیش به این طرف صحنه تغییراتی بزرگ بوده. اجرای یک برنامه عمده اصلاحات اقتصادی که نتیجه آن تبدیل این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. موضوعی که حالا پس از 4 دهه رئیس جمهوری خلق چین بار دیگر بر آن تاکید دارد و میگوید سعی دارد با ایجاد یک سیستم کاملا تازه با مشخصه های چینی میلیون ها نفر را از فقر نجات دهد. درگیری‌های شدید داخلی حزب کمونیست چین طی ماه‌های گذشته به علاوه مشکلات اقتصادی این کشور، رهبری را که رسانه‌های دولتی همچنان مردمی خطابش می‌کنند، با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که می‌تواند حفظ طولانی مدت قدرت را برای شی جی پینگ با چالش همراه کند. ریحان مظاهری، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.